با سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز، سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی میکنید و درود بر شما که برای افزایش دانش و آگاهی خودتون زمان میذارید و تلاش میکنید. در این ویدیو قصد داریم در مورد میکروسکوپ در سطح مقدماتی صحبت کنیم. از چه موضوعاتی قرار صحبت بشه؟ 1. اینکه میکروسکوپ چیه؟ آقای رابرت هوک چه کسی هست؟ میکروسکوپ چگونه عمل میکنه؟ 3 تا از پارامترهای مهم میکروسکوپ چیه؟ انواع میکروسکوپ و شرح کوتاهی در مورد ویدیوی میکروسکوپ در سطح پیشرفته 1 رو با هم بررسی میکنیم. پس همراه ما باشید تا ببینیم که میکروسکوپ چه چیزی هست. میکروسکوپ از دو واژه یونانی میکرو به معنای کوچک و اسکوپ به معنای دیدن گرفته شده. بنابراین میکروسکوپ یعنی دیدن ذرات کوچک. یکی از موجودات کوچک زنده که دانشمندان بیش از همه اون را مورد مطالعه قرار دادند کک بود. قبل از اختراع میکروسکوپ در اواسط قرن 17 مشاهده سلول مقدور نبود، زیرا سلول واحد بسیار کوچکی است که با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست. تصویر مقابل تصویر ککی هست و این پایی هست که توسط کک گزیده شده. آقای رابرت هوک اولین بار در سال 1665 زیر میکروسکوپ ابتدایی که خودش ساخته بود سلول‌های مرده رو در برش‌های چوب‌پنبه مشاهده کرد. این سلول‌های توخالی و متصل به هم شکل لانه زنبور داشتن و آقای هوک آنها را سلول نامید که در زبان لاتین مفهوم اتاق کوچک رو داره. میکروسکوپ‌های نوری قدیمی ترین نوع میکروسکوپ‌ها هستند که شکل فعلی آنها در قرن 17 اختراع شد. احتمالاً مؤثرترین آنها توسط آقای رابرت هوک ساخته شد که به صورت شیشه های کوچک نصب شده در یک صفحه فلزی بودند و نزدیک چشم نگه داشته می شد و از روشنایی روز برای دیدن نمونه بهره می برد. تصویر مقابل آقای رابرت هوک هستند که زندگی نامه ایشون رو در ویدیوی مخصوص به خودشون می تونید مشاهده کنید. پیشرفت چشمگیر علوم به خاطر وسایلی است که حواس انسان را تقویت می‌کنند. کشف و مطالعه اولیه سلول‌ها با ابداع میکروسکوپ در سال 1950 و اصلاح اون در قرن 17 آغاز شد. میکروسکوپ‌هایی که در ابتدا به وسیله دانشمندان رنسانس استفاده می‌شدند، درست همانند میکروسکوپ‌هایی هستند که شما احتمالاً در آزمایشگاه استفاده می‌کنید، یعنی از نوع میکروسکوپ‌های نوری بودند. تصویر مقابل شبه میکروسکوپی است که توسط آقای رابرت هوک ساخته شد. میکروسکوپ چگونه عمل میکنه؟ نور مرئی از نمونه عبور کرده نهایتاً به عدسه های شیشه ای میرسد. عدسه ها نور رو به گونه ای منعکس میکنن که تصویر بزرگ شده از جسم به چشم برسند. و شکل پایین تصویر ریز مولکول هایی هست که توسط میکروسکوپ ثبت شدن. سه پارامتر مهم در کاربرد میکروسکوپ: 1. بزرگ نمایی، 2. قدرت تفکیک و 3. کانترانست. بزرگ نمایی چیه؟ نسبت اندازه تصویر نمونه به اندازه واقعی اون رو بزرگ نمایی میگن. بزرگنمایی در میکروسکوپ های نوری حدود 1000 برابر تصویر نمونه رو بزرگ میکنه. و بزرگنمایی در میکروسکوپ های الکترونی چطوری هست؟ این میکروسکوپ نمیتونه جزئیات ریزتر از 0.2 میکرومتر رو به ما نشون بده. دو، قدرت تفکیک. میزان وضوح و شفافیت تصویر هست. ببخشید، منظورتون رو میشه واضح بیان کنید؟ بله، در واقع کمترین فاصله بین دو نقطه هست به گونه ای که به صورت دو نقطه مجزا تشخیص داده بشن. بر فرض مثال، اون چی که به عنوان یک ستاره در آسمان به وسیله چشم غیر مسلح دیده میشه، شاید به کمک تلسکوپ به صورت دو ستاره دیده بشه. سه، کانتراست. تفاوت بین بخش‌های مختلف یک نمونه را افزایش می‌دهد. همچنین می‌توان کنتراست را با رنگ‌آمیزی اجزای سلولی افزایش داد.
مثل این شکل‌هایی که می‌بینید. شکل سمت چپ نمونه‌های آزمایشگاهی هستن که توسط رنگ‌آمیزی ما می‌تونیم اون‌ها رو به خوبی مشاهده کنیم. و شکل سمت راست هم می‌تونیم لامپ‌هایی رو ببینیم که با تغییر رنگ بک‌گراند به طور واضح‌تر می‌تونن دیده بشن. انواع میکروسکوپ در سطح مقدماتی: 1. میکروسکوپ نوری و 2. میکروسکوپ الکترونی. میکروسکوپ های الکترونی میتونن به دو بخش مجزا، میکروسکوپ های الکترونی گزاره و نگاره تقسیم بشن. البته تصویرش رو میتونید در این ویدیو ببینید، ولی خب به طور واضح مشخص نیستن و میتونید در ویدیوی بعد حتما اونا رو به طور راحت تری مشاهده کنید. پس تا درود دیگر، بدرود.